نخستین اقدام مارشال دوستم علیه طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. بی بی سی فارسی گزارش می‌دهد مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر از جنبش ملی افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی از رهبری طالبان خواست با شورای عالی مقاومت ملی افغانستان وارد مذاکره شوند. مارشال دوستم که پس از سقوط شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان، به دست طالبان از این کشور خارج شد و اکنون در ترکیه به سر می‌برد، در مصاحبه با فیروز رحیمی خبرنگار بخش ازبکی بی بی سی گفت راه حل کنونی جنگ نیست، ولی طالبان هم افراد مثل او را نباید نادیده بگیرد. او گفت ما نمی‌توانیم هم دیگر را از بین ببریم. ما یک بار آنها را از میان برداشتیم ولی بازگشتند. ما به عنوان مسلمان و افغان باید یک دیگر را بپذیریم. همه از جنگ خسته شدند. من هیچ جنگ نمی خواهم. طالبان نیز باید این را بپذیرند. با جنگ هم نمی توانند ما را از بین ببرند و هم به این سادگی هم نمی توانند ما را نادیده بگیرند. آنها نمی توانند حق مردم را نادیده بگیرند. من امید زیاد دارم. من پیام های خود را به رهبری طالبان نیز رساندم. آقای دوستم می گوید که نمی خواهد جنگ داخلی دیگری در افغانستان اتفاق بیفتد و همه جناح برای ایجاد یک دولت فراگیر باید توافق کنند. او همچنین اضافه کرد که طالبان نباید آموزش دختران را محدود کنند و نسل جوان افغانستان نسل متفاوت از و این واقعیت را بپذیرند. مارشال دوستم که از پرنفوذترین چهره در شمال و در میان ازبک‌های افغانستان است، درباره عوامل سقوط ولایت‌های شمالی و دست طالبان گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین هیچ مسئولیت و صلاحیت مشخصی به او نداده بود. او مدعی شد که طالبان با قدرت خود افغانستان را تصرف نکردند، با یک معامله به قدرت رسیدند. پس گرفتن کنترل افغانستان با زور برای آنها آسان نبود. طالبان باید از اشرف غنی و دولت آمریکا تشکر کنند. رئیس جمهور با طالبان معامله کرد و همواره تلاش کرد تا چهره های ضد طالبان را تضعیف کند. آقای غنی هرگز از پیشنهادهای من برای دفاع از افغانستان در برابر طالبان حمایت نکرد. تصامیم دیگر را تا چند ماه دیگر اعلام می کنم. پس از تسلط سریع طالبان بر افغانستان در 15 آگوست و در جریان یک سال گذشته، بسیاری از مقام های ارشد مسئول دولت پیشین انگشت ملامت را به سوی یکدیگر، رئیس جمهور یا به سوی آمریکا نشانه گرفتند. آقای غنی در تازه ترین مصاحبه ای که با یک رسانه تازه تأسیس گفت که دلیل عمده سقوط نظام جمهوری زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بود. آقای غنی همچنین عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی را متهم به تضعیف نظام کرد. آقای غنی فرماندهان نظامی شمال را متهم کرد که در برابر طالبان نتوانستند و نخواستند بجنگند. آقای دوستم اما میگوید که اکنون باید در فکر آینده بود. تمام تلاش من برای برقراری عدالت در افغانستان است. افغانستان که در آن همه برابرند و نباید متفاوت باشند. هر افغان باید از حقوق برابر برخوردار باشد. همه آنها باید از حقوق یکسان برخوردار شوند. این چیزی است که من می خواهم. طالبان حقوق اقلیت‌های قومی را نادیده می گیرند. تقریبا تمام مقام‌هایی را که طالبان در پست‌های کلیدی دولت و کابینه خود گماشتند، چهره‌های مذهبی، مردان میانسال و اکثرشان متعلق به یک قوم هستند. بیشتر کشورها بر ایجاد یک دولت فراگیر از سوی طالبان تاکید کردند. طالبان گفتند در میان مقامهای خود افرادی از قومیت‌های مختلف دارند. آقای دوستم با تاکید بر این که طالبان باید پیشنهاد مذاکره را بپذیرند گفت ما آماده مذاکره هستیم. طالبان همچنین باید یک روند مذاکره صادقانه و باز را آغاز کنند. اگر فقط در صورتی که با سیاست خود ادامه دهند و اصرار کنند که دولتشان یک دولت فراگیر است و حاضر نشود دیگران را دخیل بسازند، می توانم به شما اطمینان دهم که فرصت گفتگو را از دست خواهند داد و افغانستان نیز از دست خواهد رفت. او افزود که اگر این تلاش برای مذاکره با طالبان به جای نرسید، در چند ماه آینده تصمیم بعدی خود را اعلام می کند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.